مهمانان من در این بحث خانم شینکای کروخیل سفیر پیشین افغانستان در کانادا و خانم نبیله مسلی معین مالی و اداری وزارت امور زنان هستند. مهمانان عزیز سلام بر شما، سپاسگزارم از حضورتان. خانم کروخیل، شما چنین انتخاب را چی تعریف میکنین و بیانگر چیز در مورد اراده حکومت درباره زنان؟ تشکر. من فکر میکنم که انتخاب خانم ها در سمت بلند یک آغاز خیلی خوب است و یک تجربه جدید است و خصوصا انتخاب خانم عادل راز. مطمئنم که یک خانمی که در یک مدت در وزارت خارجه بایستی موین کار کرد، یک تجربه خوب برخوردار است، تحصیلات خوبی دارند و من فکر میکنم که متعود که حکومت در قسمت گماشتن خانم ها در کرسی های بلند هم همچون انتخاب شایسته متعود حکومت نشان میتن. و در زمین من فکر میکنم در یک مقطع حساسی که ما میریم طرف تصامیم بزرگ ملی میشه که برای طرف پروسه صلح بریم، آمدن گروپ طالبان دوباره بر افغانستان، من فکر میکنم امی فرهنگ استخدام خانم ها در کرسی ها نشان میده که دیگه افغانستان برگشت به عقب نمی کند و ما به یک فال نیک میگیرم و مطمئنن که یک انتخاب خوب است و خود خانم عادل راز میتونن که چیره افغانستان در سازمان ملل به حیث یک نماینده زن و انتخاب شده اونجا تغییر بتن. مطمئنن که یک دادخواهی خوبی و به جا خواهد کرد برای افغانستان و ما از این انتخاب خیلی خوش هستم. و همچنان تا چه اندازه از وضعیت زنان افغانستان چه تعریف میکنه و میمونه بس از این که حکومت با چون انتخاب را پیشتر شما از ستایش کردید، ولی باور دارین در همه سطوح دید حکومت همین گونه است یا تنها با چون انتخاب میخواهید که تا حد کار بگونی بگویم نمایشی انجام بده؟ ببینین، ولو که با یک گماشتن نمایشی هم باشن، این خود بالاخره تاثیر مثبتی میکنه بالای زندگی زنان. هرچقدر که ما خانم های بیشتری در سمت های بلند داشته باشیم، بدون شک یک روزی بالای تصمیم گیری دولت تاثیر گذار است و بالاخره زندگی زن افغان خواهد تغییر کرد. سپاسگزار است. خانم مسلی، میخواهیم که اهمیت این تصمیم شما داشته باشیم درباره شما باور دارید که یعنی کارهایی را که افغانستان ضرورت داره خانم راز میتونه در سازمان ملل انجام بده. بسم الله الرحمن الرحیم. با هر سلام خدمت شما و خدمت کروخیل صاحب. طبعا زن افغانستان فعلا توانایی ازیرا پیدا کرده که افغانستان در سطح بین المللی نمایندگی خیلی خوب بکنه و هی عادل جان راز هم از جمله از این نسل است که در طول امی 17 سال اخیر اینا رشد کردن، تحصیل کردن، کار کردن و به اینجا رسیدن. مطمئن هستم که اینا هم میتونن از زن افغانستان و به صورت کل از مردم افغانستان به شکل درست نمایندگی بکنن و استخدام از اینا طبعا یک فال نیک است برای کل زن افغانستان و ماهی استخدام و هی گزینش و نمایندگی از وزارت امور زنان استقبال میکنم و عادل جان راست طبعا که تواناییش داره که کار به شکل درست و خوبش انجام بده. بله خانم مسلی، برنامه های حکومت در باره زنها چگونه میبینین؟ به ویژه خود وزارت امور زنان به اینکه سهم زنها بیشتر شده در کرسی های حکومتی چی برنامه هایی دارین؟ خب حکومت وحدت ملی در طول 4 سال گذشته و بیشتر از 4 سال گذشته تانسته که واقعا در قسمت استخدام خانما در پست های کلیدی کارهای بسیار اساسی را انجام بده. ما حضور وسیع خانم ها را در پست های تصمیم گیری فعلا در سطح حکومت داریم که قبلا تجربه نشده بود. وقتی که ما حکومت های گذشته را میبینیم به هیچ حد و پیمانه خانم ها حضور نداشتند. خوشبختانه که ما 4 وزیر داریم، موینا بیشتر از 12 نفر هستند، وزارتخانه های مختلف کار میکنن، ما فعلا معاونین والیا داریم، شاربال داریم، ولسوال داریم، به می شکل حتی مستوفی داریم که اصلا در سابق میگفتن خانم ها نمیتونن در این پست کار بکنن. ما فکر میکنم این همش دستاوردهای بسیار بزرگ حکومت وحدت ملی هست و رئیس صاحب جمهور ما، رئیس صاحب اجرایی ما جدا متعهد هستند در قسمت توانمندسازی زنا و استخدام خانم ها در این مقطع اساس تاریخ که ما در پروسه صلح با طالبان قرار داریم نشان دهنده هی است که حکومت میخواد که خانما را قبلا جای به جای بکنه تا امی شرایط جذب خانما ها و حضورشان در پست های کلیدی بر طالبا یعنی دیگه مطرح نباشه و ما فکر میکنم که یک اقدام خیلی استراتژیک و مهم است. سپاسگزار هستم. خانم کرو خیلی در سازمان ملل کارهایی که ضرورت است تا انجام شود چی خواهد بود؟ شما پیشنهادتان چیز به عنوان که خود شما یک زمان سفیر بودین چگونه ارزیابی میکنین با توجه به وضعیت حساس کشور ما؟ چی کارا باید شد؟ خب
یکی بسته ماموریت نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل چیست؟ اونا خوبتر خودشان خواهد فهمید، اما مطمئنن یک سازمان ملل که مثلا اعضای مهم در اونجا عضویت دارن سر مسائل مهم جهان تصمیم گیری میشن و بدون شک مشکلاتی که افغانستان با او رو بروز خصوصا مسئله تروریسم و مسئله مصالحه با طالبان و گروپ تروریست هایی که در منطقه وجود دارد که نه تنها یک دردسر برای افغانستان است بلکه برای جهان است و مطمئنن بسلا قانع ساختن جهان و بسلا که ممالکی که برای مثلا مشکلی که برای افغانستان ایجاد میکنه به خاطر تمویل و حمایت از گروپ های مسلح و تروریست و گروپ هایی که مخالف حکومت افغانستان است، من فکر میکنم که بزرگترین لابی برای خانم عادل راز چطور مثلا قناعت جهان به حاصل شد مملکت مانندی پاکستان و دیگر ممالک در منطقه وجود داره و حمایت میکنه از همچون گروپ هایی که بالاخره افغانستان را به زیادتر طرف بیسبادی بکشانند و فکر میگه کلانترین اما لابی خواد باشه که این خانم بتانه بکنن و دنیا را اگر ما بتانه قانی به بسازیم که محدودیت های را بالای ممالکی که واقعا در تمویل تروریسم رول دارن وارد بکنن تا باشه که ما مثلا بر علاوه که افغانستان مبارزه میکنن جهان در این مبارزه یعنی شریک شود. یعنی شما میگین در چنین زمانی که خانم عادل راز معرفی شده یک وضعیت بسیار حساس است و نیاز به این داره که باید خود ثابت بسازه کاملا و من فکر میکنم یک خانم خوبتر میتونه که در این قسمت یک واقعا یک لابی بسیار قوی بکنن و برای لابی که تعهد طویل مدت جهان به خاطر حمایت از افغانستان نه تنها که در قسمت های عرصه سیاسی بلکه نظامی و اقتصادی است که من فکر میکنم که زیادتر اما بزرگترین یا مهمترین ماموریت خواهد بود که خانم عادل راز به او اولویت خواهد داد. ولی به جهان چی را میرسانم وقتی که چنین تصمیم در افغانستان گرفته بشه با توجه به اینکه ارزشایی که در چند سال به دست آمده به ویژه در بخش حقوق زنان هنوز هم آسیب پذیر است چی پیام را میرسانم؟ خب به هر حال جهان من فکر میکنم که درست است که تعهد خود در قسمت مسئله حقوق بشری و مبارزه با تروریسم و تمام مسائل دارد اما من فکر میکنم که جهان را وادار ساختن جهان را بسلا متحرک ساختن و یک اجماع جهانی آوردن در قسمت مبارزه کردن و کمک کردن بر افغانستان من فکر میکنم هم نیاز به کار و تلاش و تعهد دارند که من مطمئنم مانند از سفیری از پاک خانم جدید هم میتونند که این ماموریت با تمام مسئولیت و با صداقت خود ادا بکند و در قسمت برای افغانستان یک انتخابی خوب خواهد بود. سپاسگزارم. خانم مسئله شما بیشتر از اراده حکومت یاد کردین تا چی اندازه حکومت در مورد خانم ها یکسان میبینه و میخواید که واقعا برای خانم ها حقشان بده این موضوع چیگونه است؟ خب بحث سیاسی است استخدام خانم‌ها در پست های بسیار مهم و کلیدی تصمیم گیری طبعا ما اتر گفته نمیتونیم که حکومت میتونه هر کس را انتخاب بکنه طبعا بالای افراد اشخاص سرمایه گذاری میشه که مورد اعتماد هستند و در جهت اهداف حکومت کار میکنن و در ضمنش ما یکی استخدام ها در سطح بین المللی داریم که رویا جان رحمانی جدیدا باعث سفیر در ایالات متحده آمریکا تعیین شدن و فعلا عادل جان راز و در سطح ملی هم ما تعداد زیاد از خانم ها را داریم که اینا هم در پست های بسیار مهم نقش بازی میکنن بله و نقش یعنی مهم یعنی دارن یعنی شما فکر میکنین که آنچه که حقوق زناست حکومت واقعا متحد خودم میدونه که برشون برسانه؟ متحد هستن اما چون شرایط افغانستان بسیار پیچیده هست بخصوص ما شما هم ما درک میکنیم در شرایط امروزی ما که ما در یک جنگ قرار داریم در حالت منازعه هستیم ما طبعا نمیتونیم که به تمام خانم ها برسیم اما به شهرها و خانم هایی که قابل دسترس هستند طبعا حکومت تلاش داره و وزارت امور زنان جدن در تلاشی است که برنامه های داشته باشه بله. خب به این یک مورد در این زمینه به عنوان مثال یاد بکنیم خانم به عنوان شهردار میدان وردک معرف شده تا بله. امروز به نام ظریفه غفوری بله. تا امروز کس نمیمونش کار خود آغاز بکنه امیر ارادی حکومت به چی معنی است و کار که شما در این زمینه کردین چیست ما در مورد این قضیه آگاهی داریم امروز ما چندین بار صحبت کردم ما این موضوع را رسما با ارگانهای محل مطرح ساختیم و هر روزم زنگ میزنیم شخصا من خودم تعقیب میکنم و رهبری وزارت امور زنان تعقیب میکنم موضوع را بعضی از مشکلات ولایتی است که در حالت حل شدن است و یک راه حل هم بله، اگر حکومت اراده واقعا جدی داره چرا نمیتونه که یعنی می خانم معرفی بکنه در یک شهرداری
امی یکی از راه‌های حل که پیشنهاد کردن امی است که خانم میتونه در یک پست دیگه اگر در ولایت وردک نشد خب، در یک ولایت دیگه. این وضعیت شما به عنوان معین وزارت امور زنان چی تعریف میکنید؟ خب من قسم تعریف میکنم که حکومت وحدت ملی جدن تعهد داره که خانم ما را مقرر بکنن، اما ما در یک شرایط خب، سخت قرار داریم. خب تعهد داره که مقررش بکنه اما معرفیش نمیتونه. نه معرفی میشه به خاطر حکم شده و باید ایره ولی صاحب معرفی بکنه و ولی صاحب وقتی که حکم نمیمونش به شردونی برخانه خب ببینین ما شما وقتی که ما قانون خود ما تطبیق نکنیم این مشکل نمیتونه از حکومت. وقتی که حکم میره حکم رئیس صاحب جمهور است که باید استخدام شود و هیرا ولی صاحب معرفی نمیکنه، هیچ یک بحث سیاسی است که در بالا باید حل شوه. رئیس جمهور از تعهد خود گپ میزنه و گفتش ما ولیش باز یک خانم به عنوان شهردار معرفی نمیکنه، حکومت در مورد زنها چی فکر میکنه؟ اونا معرفی میکنن اما اوجی یک مشکلات وجود داره که باعث ازی شاید شوه که اگر خانم هم اشغال وظیفه بکنه برش دوچار مشکل شوه، چون ما شما میفهمیم که زنها بسیار آسیب پذیر هستند در شرایط فعلی و بخصوص در ولایت ناهم. سپاسگزارم. تا لحظات بعد ادامه خواهیم داد. بریندی محورم پس از میان برنامه باشید. باز هم خوش آمدید خانم کروخیل. به میخوایم سوال که از خانم مسلی داشتم از روی شما داشته باشم. شما روی اراده حکومت در موردی که برای رساندن حقوق زنان تبعیض قائل نیست اعتماد دارین؟ باور میکنین به میشورایی که میگه حکومت؟ ببینین آن چیزی که شک نیست در قسمت تصمیم اراده ارک رئیس جمهور بدون شک این خواستار گماشتن خانم ها در چوکی های بلند، بهتر شدن زندگی زن ها، تمامان سازی زن ها جدن این تعهد خواهد داره و خصوصا دادن یا استخدام خانم رویا رحمانی در یک مهمترین سفارت که در ایالات متحده امریکاست و یا خانم عادل رازه. اما مهم ایست که ما اینمی تعهد در تمام سطوح حکومت دیدن نمیتانیم. این مشکلات خود دارن، هنوز از تبعیض و تعصب کار میگیرن، هنوز از توطئه چینی میکنن بر خانمایی که در پست های بلند است و بعضی وقت تا همکاران علیش تحریک میکنن که او به مشکل رو برو شوه. اون چیزی که خواستم از رئیس جمهور از خانم هایی که در پست های بلند و مهم استخدام میکنند باید که جای احوالش باشن و جدن ازش حمایت بکنن برازی که نشود که باز هم شکار توطئه های مختلف خانم ها در مورد این شهردار میدان وردک که من سوال کردم، شما فکر میکنین که رئیس جمهورش خبر نداره که حکم داده و این آدم تا کنون معرفی نشده یا ای که خبر داره و چیز کرده نمیتونه؟ من فکر میکنم که این گپ نیست که رئیس جمهور خبر داره و چیز کرده نمیتونن. مطمئنن راپوری که برای رئیس جمهور میتن یک راپوری واقعی نیست و او رو به شکل از اشکال ایره تشریح میکنن که گویا برای خانم یک خطر یا تهدیدی موجود است که ایره تا حال معطل کرده. ورنه رئیس جمهور که وقتی که در نماندگی دائمی سازمان ملل یک زن را استخدام میکنه فکر میکنه که یک خانم باعث یک شاروال یک ولایت که در همسایگی کابل قرار داره مقرر نمیکنه و یا چرا مقرر کرد که بسلا باور نداشت و یا نمیخواست. بدون شک بسلا اما ذهنیتی را که بر ارگ میتن گویا که اگر این خانه برود به چی مشکلات دوچار خواهد شد، من مطمئنم که اگر ارگ تعالیم خاموش است به خاطر میخواد این مسئولیت و امنیت از این خانه مستد. خانم کروخیل یک بحث دیگه، کیا به رئیس جمهور ذهنیتی را میتن که رئیس جمهور یعنی چنین فکرهایی را بکنه؟ باور شما چیست؟ خود قسمت با بدون شک خود اداره ارگان های محل مسئولیت خود داره و اونا باید جدن در قسمت بسا تحقیق دقیق داشته باشن. رئیس جمهور اغفال میکنن و معلومات نادرست برش میتن، این همی ها در چی سطوحی است از دیدشون؟ من فکر میکنم در سطوح مختلفه وجود دارن و این ذهنیت از این پایین گرفته تا بالا میرن و یه رقم ذهنیت سازی میشه تا یک راپور غلط یا تا به ارگ برسن. ولی که رئیس جمهور نمیتونن که تمام گپار خودشان بررسی بکنن، معلوم دار از یک اداره که پرسا میکنن و کی معلومات بهش ارائه میکنن. میشه که به خاطر ریاست ارگان های محل هم یک راپوری از خود میدان وردک برن. این مطلب ماست که در هر سطو ممانعت های وجود داره، اما در ضمن یک سبال ما بفراموش نکنیم که انوز هم فساد بزرگی که در ادارات موجوده است، خصوصا پست های شاروالی، مسائل خرد و برد هایی که شدن، غصب زمین هایی که صورت گرفتن، پول هایی که جمع شدن، این در تمام از گپا و بعض احساس میکنن که اگر این خانم بیان گویا تمام امی فسادی که صورت گرفته افشا میشن. اونا با یک بحث دیگر هم فراموش نکنیم. شما حالا در مورد این حلقه صحبت کردیم و گفتیم که خود شخص رئیس جمهور مستثناست از این موضوع. باشن بعضی کسا دیگه مستثنا باشن. اما بدون شک مشکلات ولی بحث هیئت گفتگوی صلح
فراموش نکنیم. معاون شورای عالی صلح صدای خود بلند کرد، گفت که بر زنا سهم داده نشدن. پس این ایراد حکومت چی است در مورد زنا؟ ببینید، من فکر میکنم که زنان 50% نفوس افغانستان است. زنان تعداد خود دارن، تحصیلات خوبی خود دارن، تجربه خود دارن و کاملا در کار خود صادق است. این رو باید فراموش نکنین، این فیصدی که بر زنان میرسن ای اصلا واقعا قابل از این نیست که ما فکر کنیم که ما دیگر نمیخواییم، بر ما کافی است. ما حق داریم که تا با 50% بر زنها هم اینمی فرصت ها مهیا شود و هر نامعانی که در فرارشان است او باید دور شوند. و خانم هم حق داشت که صدای خود بلند کنه با او تعدادی که کسانی که مردانی که در شورای عالی صلح وجود داره با او تعداد خانمان نیست و خصوصا هر تصمیمی که در قسمت صلح و گرفته میشد بدون شک اگر خانم ها در تصمیم دخیل نباشند واقعا سر زندگی خانم ها تاثیر خود را خواهد داشت. یعنی ما تعداد ما هنوز هم خیلی کم است در ساختار بلند حکومت. بله خانم کراخیل، همون انتخابات هایی را که امواره مطرح میشن که زنها تنها فیصدشان در دوران انتخابات حساب میشه و برشان ارزش قائل میشن، شما متحد موافق هستم؟ امیدوار هستم که اینمی استخدامی که به هر بهانه که بوده باشد این دوام پیدا کند و یک روز ما بتونیم که واقعا تعداد بیشتر خانم ها را در کرسی های بلند و تصمیم گیرنده داشته باشیم. سپاسگزار هستم. خانم مسلی، شما پیشتر از برنامه وزارت امور زنان میاد کردین که میخواین برنامه ریزی گونه داشته باشین که سهم زنان برشان واقعا رسانده شوه و به حق حقوقشان برسند. ما از ولایت های مختلف مثلا در مورد حضور کم خانم ها هم باره خبرهایی را داشتیم. مثلا در ولایت های دوردست مثل غور یعنی حضور زنان بسیار اندک است. برنامه شما چی بوده؟ تاثیرش فایدش؟ خب در ولایتی که ناهمنی ها دامنه داشتن در طول سالهای گذشته و بخصوص در این اواخر ما هم تانستیم تا جای برنامه های خود تطبیق بکنیم، اما تنها با یک اراده وزارت امور زنان ما نمیتونیم که حضور زنان را در تمام عرصه ها در سطح ولایات قرا و قصبات ما پررنگ بسازیم. این مسئولیت همه هست، مسئولیت والی سایبا هست در سطح خود ولایت و در سطح پایین‌تر که خانما را هم حقوقشان احترام قائل شوند و برشان چانس داده شوند. ما تلاش خود از اینجا میکنیم. ما هم چیز مشکلات داریم در این راستا. اگر ما خانم حتی در قسمت استخدام رؤسای خود وقتی که ما یک رئیس خود استخدام میکنیم از طریق پروسه خود اصلاحات اداری و هی میره و در حجت دوچار مشکل میشه بخاطر که ولی و یک گروه از مردم یا گویا خانما را قبول نمیکنن و به می شکل قسمی که خانم کروخیل گفتن ما واقعا نیاز به این داریم که پذیرش خانم ها و احترام به حقوق زن در تمام سطوح ایجاد شود. یعنی تنها در سطح رهبری نمیتونه که وزارت امور زنان به عنوان یک نهاد که چشم انتظار خانم ها ازش بسیار زیاد هست خودش با چنین مشکلای روبرو باشه، پس شما چی کار کرده میتونین بر حل مشکل زنان افغانستان در بخش های دیگه؟ ما کار که کرده میتونیم یکی از وظایف مهم وزارت امور زنان دادخواهی است. ما با دادخواهی های خود ادامه میدیم در بحث ها با رهبری حکومت و با دیگه خب وزرا و رؤسای تماما ادارات مستقل و غیر مستقل ما کارکردها داریم که شما کار کرده میتونید دادخواهی میتونه باشه؟ دادخواهی باشه بله، در سطح دادخواهی و رسیدگی به مشکلات و چالش هایی که خانم ها عملا دارن. ببینین شما بیشتر مسئله شاروال وردک یاد کردین که ما در ایجاد دست زیر علاشه نشستیم، ما واقعا در عمل در تلاش هستیم که کمک شوه و در قسمت رؤسای ما مایتر نمیمانیم. ما این مشکل در ولایت ننگرهار موجود بود، ما تونستیم که ببخشید رئیس خود معرفی بکنیم. همین مشکل فعلا در چند ولایت دیگه هم است. ما در شرایط سخت قرار داریم. خانم مسلی، شما به عنوان معین وزارت امور زنان حکومت چگونه میبینید دیده شده در مورد زنان؟ شما بار دارین حکومت میخواه واقعا مشکلات زنان افغان حل شود؟ 100% حکومت میخواد که مشکلات زنان شما حل شود. مشکلات زنان را حتما با حکومت شریک ساختین؟ بله، ما چندین بار چی بود؟ اگر شما مرا اجازه بدید من صحبت بکنم. طبعا یکی از وظایف مهم وزارت امور زنان هی است که وضعیت زنان را بررسی بکنه و مطابق وضعیت زنان با برنامه ها بیاید. برنامه ها را خود وزارت نمیداند تطبیق بکنه، این مسئولیت تماما وزارت خانه و سکتورهای مختلف است که کار بکنند. بله.
ایجاد هماهنگی و حل مشکلات بله. امیر بگوییم که برای ایجاد هماهنگی حکومت چی دستور داده، چی کار کرده؟ می همکاری مشخص را که حکومت با شما کرده، به ویژه خود ریاست جمهوری یا ریاست اجرایی بر بهبود زنا و همکاری باشه با وزارت امور زنا چی بوده؟ ما امیر سمپوزیوم های توانمندسازی زنان ولایت که داشتیم قبلا، ما وقتی که قطعنامه و پلان های عمل ازیر ما به رهبری حکومت وحدت ملی شریک ساختیم، اونا جدا دست به کار شدن و تمام سکتورها هدایت دادن که در قسمت رسیدگی به این مشکل خانم ها باید اقدامات صورت بگیره. بازم می مسئله هی که چقدر وزیر صاحبای ما متعهد هستند، چقدر اینا در قسمت حقوق زن ها واقعا میخوان کار بکنن. در هو سطح هم ما مشکل داریم و در سطح ولایات هم چنان، یعنی ما باید در چندین جبهه بجنگیم تا که بتونیم به مو اهداف خود برسیم. یعنی یک توقعی از وزارت امور زن ها تنها من ایسی یک ارگان که هی همه کارا را انجام بده، در صورتی که یک موانع جدی در مقابلش موجود است که اونمو فرهنگ است و فرهنگ‌های مختلف و بخصوص مردسالاری در افغانستان، و ما بتونیم که به تمام مشکلات نائل بیاییم. من فکر میکنم که یک توقع بیش از حد است، اما تا جایی که ما امکانات داریم، امکانات مالی داریم، امکانات امنیتی داریم، همو منابع مالی و تخنیکی رو در اختیار داریم، ما جدا کارهای کردیم میکنیم و در آینده هم پلان با برنامه‌ای که داریم و کارهای کردیم دیگه وضعیت بهتر از این نمیشه. نه، وضعیت بهتر میشه وقتی که ما شما فکر نکنیم که موضوع زن ارتباط میگیره تنها به خود موضوع زن. ببینین موضوع توانمندسازی زن ها یک موضوع جدا نیست، این ارتباط میگیره به تمام اوضاع سیاسی کشور، اقتصادی کشور، اجتماعی کشور. تا که ما واقعا نتونیم از تمام جوانب کاری انجام بدیم، ما به دهی راستا نمیتونیم موفق باشیم. خواهش میکنم خانم کروخیل، پیشنهاد شما چی است وقتی که تا این جای کار رسیده زنای افغانستان و همچنان دستاوردها و حقوق و امتیازاتشان هنوز هم آسیب پذیر است و با مشکلات مثلا روبرو هستند، شما پیشنهادتان چیست؟ چی باشه؟ ما همیشه به این باور هستم که زنها هر چقدر که میتونن به اصطلاح بسیج شوند، متحد شوند. همبستگی زنها در این راستا خیلی مهم است و خصوصا زنایی که در کرسی های بلند قرار دارن، خود زنانی که در پارلمان افغانستان است، باید بقیه زنان افغانستان فراموش نکنن. واقعا در سطوح مختلف باید برش داد خواهی شد، از قوانین گرفته، از بودیجه سالانه گرفته، از گماشتن خانم ها در کرسی های مهم، فرصت هایی که بر زنها داشته باشه داده میشه. من فکر میکنم اگر ما زنها بتونیم که در دولت و همچنین در جامعه مدنی در سکتور خصوصی اگر متحدانه کار کنیم و صدای خود مشترک بلند کنیم، بدون شک حکومت ها مجبور است که بالاخره گوش بده به خواست خانم ها و در قسمت بسا سرمایه گذاری بر توانمندسازی خانم ها اقدام بکنند. غیر از او اگر ما در کرسی بلند بریم و فقط به خود و به کرسی خود بیاندیشیم و فراموش بکنیم که ما یک صدای باید بر زنان افغان هم باشیم و واقعا دادخواهی کنیم، دادخواهی نکنیم، من مطمئنم که با زندگی زنان تغییر نمیدن. خب یک بخش مسئولیت زنان شد، ولی حکومت چیکار کرده میتونه حداقل در کوتاه مدت تا تغییر در وضعیت زنان بیه؟ خب من فکر میکنم که ای اگر ما میخوایم که افغانستان واقعا افغانستان باثبات باشه، اگر میخوایم که واقعا افغانستان ترقی و پیشرفت بکنن، باید که زنان افغان از این حالت کنی خود باید بره، تمام انسازی خانم ها، باسواد شدن خانم ها، استقلالیت سیاسی اقتصادی خانم ها فوق العاده مهم است. من فکر میکنم که این تمام انساز ساختن خانم ها تنها منفعش به خانم ها نی بلکه بر خانواده، و خانواده تعریفش خیلی واضح در قانون است. یعنی برای یک افغانستان پیشرفته موجودیت خانم ها و خصوصا رول خانم ها که چقدر میتونه که بازی بکنن، حتی در آوردن صلح، حتی در با ساختن اصلاح وضعیت اقتصادی امنیتی و سیاسی مملکت، زنها رول ویژه خود را دارد که باید فراموش نشود و واقعا برای خانم ها باید سرمایه گذاری شوند. غیر از حکومت ها، حکومت های مردانه خواهد بود، اما وضعیت فعلی ما هیچ تغییر نخواهد کرد و بدتر خواهد شد. سپاسگزارم خانم شنکای کروخیل، سفیر پیشین افغانستان در کانادا، و خانم نبیله مسلم، معین مالی و اداری وزارت امور زنان از حضورتان در این بحث. بیننده عزیز، همچنان بحث های دیگه هم خواهیم داشت. بیننده محورم پس از میان برنامه باشید.